در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعجل فرجهم. سلام عزیزانم، مخاطبان خوب سمت خدا، مردم شریف ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله در آستانه بهار و در این روزهای بسیار زیبا ماه شعبان بهترین ها برای تک تکتون رقم بخوره. خوشحالیم که با احترام با افتخار خدمت آقای کاشانی عزیز هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز شبکه 3 و بینندگان عزیز تکرار برنامه در شبکه افق، به همه سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم انشاءالله ماه شعبان پر از خیر و برکت و آمادگی برای درک ماه رمضان باشه برای همه انشاءالله. انشاءالله. و امیدوارم که اعیاد شعبانی پیشاپیش بر همه عزیزانمون مبارک و مهنا باشه و انشاءالله به برکت مولود امشب حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام بهترین ها برای همتون رقم بخوره و در صحت و سلامت و عافیت انشاءالله به سر ببرید. امروز ببینیم حاجی کاشانی بر ما چی برمغان آوردند و بناس چه نکاتی رو بشنن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در چند هفته اخیر که نزدیک میشیم به پایان دوره حیات پربرکت امیرالمومنین سلام الله علیه، در سال 38 نامه ای رو حضرت امیر نوشتن برای اینکه جمعه ها قبل از خطبه های نماز جمعه برای مردم قرائت بشه. دو سه جلسه بهش پرداختیم. هفته گذشته به مناسبت شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه موقتا بحث رو تغییر دادیم. پایان اون نامه رو که تحلیل حضرت از همه اوضاع حکومتشون تا اون موقع است، از بعد از پیغمبر اکرم تا اون لحظه است، رو بیان میکردیم که رسیدیم به اواخرش. حضرت تحلیل فرمودن چه شد که صفین رخ داد، حکمیت چگونه اتفاق افتاد و مردم چگونه با حکمیت مواجه شدند. بعد چه شد که خوارج به وجود اومدن. اینجا حضرت یه توصیفی کردن از مردم شام و یه نگرانی رو بیان کردن برای کارگزاران که انگار امروز دارن با مردم ما صحبت میکنن. ما البته بنابر تطبیق و تبیین مسائل روز نداریم، اما این پایان جملات آخر این خطبه که انه امیرالمومنین سلام الله علیه با ماها دارن حرف میزنن، انگار امروز ما رو دیدن. انگار امروز ما رو دیدن. حضرت فرمود که خب مردم شام بسیاری اراذل و اوباش، بسیاری دین فروش، شهوتران، افراد با سابقه دیندار از بزرگان اسلام بینشون نیست که اینا یاد بگیرن سبیل مؤمنین رو ببینن، راه غیر مؤمنین رو نرن. ولی بین شما بزرگان، اصحاب برجسته پیغمبر، مهاجر، انصار، اهل بدر، اهل احد حضور داره، شما با اونا متفاوتید. اگر بنابراین باشه کسی بخواد به
دین عمل کنه، تلاش کنه، شما اولا هستید. اونا اهل بدعتن، اهل فسادن، اهل اعداء الله و سنت و القرآنن، اون دشمنان خدا و سنت پیغمبر و قرآن دشمنند. حالا جلوتر هم که امروز اگر رسیدیم عرض کنم مصادیق این دشمنی رو با هم گفتگو میکنیم. بعد فرمود که این پسر نابغه که منظور امرآس هست و مادر او که امیرالمومنین میخوان بگن، این بد شدن تو سابقه داره در این که سعادت و شقاوت فرزند به مادرش بستگی زیادی داره. فرمود این پسر نابغه اگر دیدید که رفت مصر محمد رو کشت، برای اینکه رشوه سنگین گرفته بود و شرط کرده بود که یه چیزی از معاویه بگیره بیشتر از آنچه دست خودشه، چون معاویه شام دستشه. این مصر و مصر هم سرزمین بزرگتری بود، هم ثروتمندتر بود، بله، فقط کمی دورتر بود به مرکزیت جهان اسلام. گفت یعنی رشوه‌ای گرفت برای اون که شام و معاویه نگه داره، بزرگتر از شام رو داد به امرآس و خالی با دست اینها در دنیا و آخرت. حضرت نفرینشون کرد که اینها فاسق رو نصرت کردن، خیانت کردن به اموال مسلمین. بعد حضرت رو کرد به اینها، فرمود که اینها شرابخارن، بین اینها شرابخار حضور داره. این زمان که حضرت داره بیان میکنه، جامعه اسلامی هنوز مظاهر فساد رو جدی نمیبینه توش، کم کم فساد میاد. حالا خود حضرت تحلیل میکنن که چه چیزی اصل فساد رو میاره. فرمود که اینا کسانی هستن که حد خوردن، یعنی به نوامیس مردم تعدی کردن. اینها اهل دینداری نیستن. کسی که حدود الهی رو حفظ میکنه، حدود مردم رو به مراتب حفظ نخواهد کرد. بعد فرمود که یعرف بالفساد فی الدین والفعل السیئ، در دین اینا به فساد معروفن، یعنی نه دین دارن، هم اعمال ناشایست انجام میدن. اینا قراره بشن مسئولان. بعدم گفتن بین علی سلام الله علیه و اینا ببینیم که حق با کیه. ان فیهم لمن لم یسلم حتی رضخ له علی الاسلام رضیخه. فرمود اینا تا پول نگرفتن اسلام زوری هم نیاوردن. پیغمبرم برای اینکه شر دشمنانو از اسلام کم کنه، پول داد به بعضی از اینا، شدن مؤلفت قلوبهم. یا فرمود انتم طلقا، اینا دلسوز اسلام نیستن. و پیغمبرم برای اینکه جنگ رو در شبه جزیره تمام کنه در دوره نبوتش، با آقایی از اینا گذشت. اینها با پیغمبرم معامله کردن. حالا شما میخواید مثلا با هم رشوه نگیرن؟ اینا که از جنس شماها نیستن. بعد از این حضرت فرمود که بعضی از اینا هم هستن، من بدیهاشون رو نگفتم دیگه، شأن من نیست که بخوام بیان کنم. خیلی درده که بین اون گروه و امیرالمومنین و دیگران بگن اختلاف شد که حق با کیه. و بعد فرمود که و هؤلاء الذين ذکرت لو ولوا عليكم لاظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبريه والفساد في الارض. اینایی که اسم بردم اگر بر شما مسلط بشن، اینها که کاری میکنن فساد همه گیر بشه. اینی که شما شنیدید سلطانی یه روزی در زمان حکومت خلیفه قبل از امیرالمومنین، والی کوفه که ولید ابن عقبه بود، شراب خورد، مردم کوفه انقلاب کردن، بیرونش کردن. حضرت فرمود اینا اگر مسئولیت بگیرن، پست بگیرن، آدمای ناشایست، چون فاسدن، برای اینکه راحت بشن فساد آشکار میکنن، فساد عادی میکنن، فرهنگ رو تغییر میدن. اینی که داریم منافق امر به منکر میکنه، نهی از معروف میکنه، برعکس این نیست که بگه بره سر چهار راه وایسه بگه لطفا بفرمایید قتل. فرهنگ رو تغییر میده، فساد و فسق و فجور و تعدی به نوامیس مردم و خوردن اموال مردم، اینها میشه زرنگی و زبلی و امشب و سرخوش باشیم و یه شب هزار شب نمیشه و خوبکاری کردم و من زرنگ بودم و ارزشو دارم. و یعنی فساد و دزدی و تعدی به اموال مردم و عرض کنم حدود الهی، میشه زبلی و ارزدار بودن اینا. و اگر کسی دست از اینها بکشه، ناتوانی و عقلش نمیرسه و ارزشو نداره، یعنی فرهنگ رو تغییر میدن. حضرت فرمود و این هم شد.
ما تا دوره‌ای که سید الشهدا سلام الله علیه در مدینه بود گزارش جدی نداریم، ولی از بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه در دوره یزید دیگه فسق و فجور و رقاصه های شبانه و هزار جور فسق و فجوری که من شرمم میشه الان به زبون بیارم که چه فجایعی بود، اینها در مدینه انقدر عادی شد که بعدها چند نسل بعد یکی از فقهای تابعین به بقیه فقهای مدینه گفت شما بد علمایی هستید که در خانه های شما بزم شبانه رونقش بیشتر از بقیه است، گناه در خانه های شما بیش از بقیه است، گناه علنی شد، عمومی شد. و حضرت فرمودن اگر لو ولو علیکم، اگر اینا حاکم بشن همه تونو فاسد میکنن، برای اون که بتونه بیت المال رو بالا بکشه شماها هم خورده دزد میکنه صداتون در نیاد. کی صداش در برابر فساد بلند نمیشه فریاد بزنه؟ کسی که سبیلش چرب باشه، کسی که سابقه خراب داشته باشه، دو دفعه رشوه گرفته باشه، این نمیتونه مبارزه با فساد کنه. خودت هم پادگیره، مجبور همراهی کنه. حالا که داره همراهی میکنه بس حق و سهمش و حق و سکوتش رو بگیره. فرمود اینا شما رو آلوده میکنن و من میبینم که جامعه رو فساد مفسد و فاسد میکنه. اینها اهل تسلط بالجبریه هستن، اینا زورگو هنا، نگاه نکنید جلوی علی ابن ابی طالب وای میسید داد میزنید سر من کاری باهاتون ندارم. اینا اگر بیان خاک این شهر رو به توبره میکشن ها، کاری میکنن جوونهاتون رو آرزو کنید جان سالم به در ببرن و نمیبرن ها، زبونها از حلقون بیرون میکشن، به بزرگ و کوچیکتون رحم نمیکنن و من میشناسم اینها رو. و این آقای شریعتی پیما طول نکشید، یعنی حضرت داره میبینه. قبلا هم عرض کردم امیرالمومنین چرا میفرمود لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، پرده ها کنار بره یقین من اضافه نمیشه، همین دارم میبینم پرده ای نیست مقابلا، غیب برای او معنایی نداره. و المؤمنون اصلا ینظر به نور الله، و کدوم مؤمن مصداق بارستر از امیرالمومنین داره؟ او به نور الله میبینه، من دارم میبینم اینا. امروز شما فکر نکنید که میگید علی سخت گیره به ما، اجازه تعدی نمیده، خیلی به سنت پیغمبر پایبنده، من ظلم به شما نمی کنم، عدل می بینید. امروز اونها یه شعارهای می دن ولی وقتی بیان فساد رو همه گیر می کنن، آرزو می کنید یه نفس بکشید از دستشون. بعد فرمود که بده برای شما، فی کمال علما و الفقها و نجبا و الحکما، فقیه، حکیم، نجیب، شریف، عالم بین شماست، حملت الکتاب، حفاظ قرآنید شما، متحجدون اول اسحار، شما شب زنده داری میکنید. معلوم مردم کوفه یه بالقوه توان مهم میداشتن، شما سهرخیزید، اهل عبادت شبید، عمار المساجد به تلاوت القرآن، شما آباد کنندگان قرآنید، نه اینکه چراغشو فلان میکنید، نه اینکه گل دستش چی میشه، همه انقدر قرآن تو این مساجد میخونید این مساجد آبادانی دارن. افلا تسخطون و تحتمون ان ینازعکم الولایت علیکم سفهاؤکم، تعجب نمی کنید اصلا به غیرتتون بر نمی خوره که سفیهان. ببینید قرآن در مورد منافقین، در مورد کسانی که مال حرام میخورن، فرمود الا انهم هم السفها، کسی که عرض کنم که دنیاشو با آخرتش بفروشه، خداوند در سوره بقره اینها رو سفیه معرفی میکنه. سفیه کسیه که معامله سفهی میکنه، یعنی این کتابی که 10,000 تومنه 100,000 تومن میخره، این کتابی که بعد 20,000 تومن بفروشه 2,000 تومن میفروشه، این کاره نیست دیگه. بله، حالا بالاترش این که آخرتشو میفروشه به چی؟ دنیا، به یه دنیای ارزش بی ارزش دیگران. حضرت اینا سفی و الاشرار و الاراذل منکم، اینا اشرارن اراذلن، منتها دیگه شما دنبال این نیستید و من تعجب میکنم، شما باید تلاش کنید، چون حرکت نمیکرد دیگه، مردم کوفه دچار توقفی شده بود. بعد حضرت اینطوری فرمود من خودم رو اول به شما معرفی کنم. اینجا خیلی درس بزرگیه. می فرمود که انی من ضلالتهم التي هم فيها والهدى التي هدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبينة ويقين، من نسبت به گمراهی اونا
و مسیر هدایت خودمون، مطمئنم، بیانیه شرعی دارم، یقین دارم، صبر دارم، مطمئنم، مشتاقم خدا رو زیارت کنم. منتها چه کار کنم از این که شما همراهی نمی کنید و من همه غمم از چیه؟ شما میبینید من گریه میکنم، به صورت خودم میزنم، خبر میاد، فکر کردید چی؟ من میخوام حکومتم دو روز بیشتر دوام پیدا کنه، من که در احد تکه پاره شد بدنم، بعد تا چشممو بعد از مدهوش شدن باز کردم تو روی پیغمبر نگاه کردم، گریه کردم که یا رسول چرا من شهید نشدم؟ پیغمبر به من بارها وعده داد تو هم شهید میشی، فرمود من منتظر شهادتم هستم، من از انس من به مرگ، از انس طفل به سینه مادر بیشتره، من اگر میبینید اینجوری شور دارم، هیجان دارم، به صورت خودم میزنم، گریه میکنم رو منبر، مسئله من این نیست حکومت من دوام پیدا کنه فقط. همه ولکن اسفن یعترینی و حزنن یخامرونی، همه حزن و غم من چیه فکر کردید که هی من میام خود نمیخونم شما محل نمیگذارید؟ همه غم من اینه من ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها، میبینم سفیهان نادونها و فاسقان میخوان بشن حاکم. وای به حال ما اگر ما هم حکومت رو به دست سفیهان و فجار بدیم، وای به حال ما اگر حکومت رو به دست دروغگویان بدیم، وای به حال ما اگر فرصت بدیم به کسانی که وعده میدن عمل نمیکنن، به کسانی که خودشون نمیدونن باید چیکار کنن، به کسایی که خودشون تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، به کسایی که هرس میزنن برای اینکه به یه پول و پله یا مقام منصبی برسن. امیرالمومنین اون زمان انتخابات نبودا، ولی فرمود شما با این سکوتتون و عدم یاری کردن حق که امیرالمومنین بود، همون اتفاقی کاری دارید میکنید که سفها و فجار بیان مسئول بشن و شما شریکید. ما هم به حداقل به همین اندازه که مردم زمان امیرالمومنین شریک بودن شریکیم. وای به حال ما، خدا نیاره انشالله که سفیهان، فاسقان، دروغگویان، کسانی که وعده میدن به وعده خودشون میخندن، به مردم میخندن، معلوم نیست چی کار میخوان بکنن در این شرایط. خدا امیدواریم انشاءالله به برکت این موالید این ماه، به برکت ولادت حضرت بقیت الله الاعظم، خداوند انشاءالله این انتقادات پیش رو رو یه جوری رقم بزنه که هم امام زمان از ما راضی بشه، هم مردم ما یه نفس راحتی بکشن، خیر و برکت ببینن، دلگرم بشن از این تلخی ها، انشاءالله قدری کاسته بشه، امید تزریق بشه. امیدوار بشیم به این که انشاءالله کمک کنیم به اینکه جامعه ما زمان پسند بشه، روی عدالت ببینیم، و به همین اندازه ما هم خلاصه سهم داریم. امیدواریم امام زمان فرزند امیرالمومنینه، وقتی امیرالمومنین اینجور، هر لفظی بگم میترسم جسارت باشه، اینجور شور داره برای اینکه آقا نکنه سفها باز مسئول بشن، حتما امام زمان ارواحنا فدا هم به حال ما که نگاه میکنه، به این مردمی که تو صف میایستن برای بعضی از اقلام اساسی که واقعا تاسف باره، خجالت باره، امیدواریم انشاءالله مسئولینی سر کار بیان با کمک مردم که این مشکلات کمتر بشه، حداقل انشاءالله دروغ واضح کمتر گفته بشه انشاءالله. حضرت فرمود که من میبینم اگر سفیه و فاسق، این اواخر نامه حضرت، اگر سفیه و فاسق مسئولیت بگیرن، فیتخذو مال الله دولا، اینا هر جایی بخوان هر کاری کنن سهم اصلی رو برای خودشون و کس و کارشون برمیدارن، اینا فسق دارن دیگه، اینا که تقوا ندارن. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی سهم مردم رو، اون یارانه که باید تقسیم میکرد و تقسیم میکرد، تو اون خانه ای که اینا رو باید تقسیم میکرد خالی که میشد جارو میزد، هیچی نمونده. این شفافیت جارو میزد، نگن مثلا کف خونه دو تا کیسه موند، جارو میزد بعد میزد نماز موند، الله اکبر. چرا؟ اینجا عبادت خدا شد، من به دستور خدا عمل کردم، مال مردم رو به خود مردم برگردوندم، اینجا دیگه طیب و طاهره، چون اینجا توش گناه نشده، تو اینجا ظلم نشده، حق کسی رو نخوردیم اینجا.
یعنی میتونه بانک مرکزی خزانش بشه مسجد امیرالمومنین و سجدگاه امیرالمومنین اگر حق مردم رو بخور. یه روزی من حق مردم رو اگر ادا کنه، اگر حق مردم رو نخوره در واقع ادا کنه. یه روزی من اینجا به خدمت شما بودم، عرض کردم من خیلی نگران بورسم، جمعیت زیادی از مردم توش درگیرن و الان نمیخوام خلاصه این ایام شبانی مردم رو تلخ کنم، ولی تلخ کامی اون مردمی که به عده‌ای از مسئولان اعتماد کردن و الان زمین خوردن کام رو تلخ میکنه. اونجا نمیشه در سازمان بورس نماز خوند، ولی امیرالمومنین در بیت المال وای میسته نماز میخونه، چون خدا رو عبادت. آقا یا امیرالمومنین برو در مسجد، در محراب، ببینید هیچ جایی ثواب نماز در مسجد رو نداره. اینجا ولی مسجد، اینجا مسجده، چون اینجا مال مردم به مردم برگردوندم، چون به کسی ظلم نکردم، حق کسی رو حبس نکردم. حضرت فرمود اگر صفیهان مسئولیت بگیرن اموال مردم رو، بیت المال رو بین خودشون فک و فامیلشون نگه می‌دارن، دو ولا یعنی جمع می‌کنن دور خودشون، می‌گردونن بین خودشون، هر چی سهم به درد بخور، هر چی مال به درد بخور، هر چی فرصت مهم، هر چی فرصت اقتصادی مهمه، میشون یه عده بشن. اگر صفیهان، صفیهان یعنی که یعنی دین به دنیا فروشان، نه اینی که باهوش نیستن، هوششون رو در راه گناه استفاده می‌کنن. و عباد الله خولا، مردم رو برده خودشون میدونن، خاک پای مردم و نوکر مردم نیستن، بلکه خودشون رو صاحب مردم میدونن، مالک مردم میدونن. بترسید، حضرت به مردم زمانشون میفهمد، بترسید از این که صفیهان مسئولیت بگیرن. و صالحین هر با صالحان میجنگن. وقتی معاویه سر کار اومد بعد از امیرالمومنین، با حجر ابن عدی جنگید، با عمرو ابن عمرو خزاعی جنگید، با امام حسن جنگید، با امیرالمومنین جنگید. و صالحین هر با خوبان میشن مبغوض تو اون جامعه. و الفاسقین حزبا، هر چه فاسق و فاجر و دزده میشه جز همتیمی ها و همحزبی ها. حالا همه هم نشستن همجوری دارن نگاه میکنن، همه هم دارن. حضرت هر هفته اینو تکرار میکنه، الله اکبر. بترسید از اینکه این اتفاق بیفته. و ایم الله، به خدا سوگند، لولا ذالک، اگر این نبود. یعنی چی؟ اگر اینا استکبار نمی ورزیدن، اگر مال مردم رو نمی خوردن، اگر مردم رو برده نمی کردن، اگر با صالحین نمی جنگیدن، اگر به پست فطرتان پست نمی دادن، لولا ذالک ما اکثر تو تعنی بکنم، اینقدر من اینجا سخنرانی نمی کردم با شما دعوا کنم، شما رو تنبیه کنم، به شما تذکر بدم، تحذیر بدم، تعلیبکم، تحریفکم، لترکتکم، ترکتون می کردم، کاری باهاتون نداشتم. اصلا فوقش اینکه حکومت از دست من در می آوردن، خب در می آوردن، می فهم زندگیمو می کردم. حکومت برای امیرالمومنین جز دردسر که نبود. اگر من اینجوری جز و وز می کنم بلا تشبیه، با عرض معذرت از محضر مبارک امیرالمومنین، اینجوری من آتش انگار گرفتم، چون دارم میبینم پوست بچه‌هاتون رو میکنن، نگرانتونم. و پدر امت حضرت فرمود که رهاتون میکردم. فوالله انی لعلی الحق، به خدا من بر حقم، من شک ندارم. و انی للشهادت لمحب، من عاشق شهادتم، فکر نکنید من برای دوام حکومتم دارم اینجا تحریکتون میکنم، تشویقتون میکنم. انفرو خفافا، آیه قرآن خون حضرت، و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم، بلند شید در راه خدا جهاد کنید، تحرک کنید، وظیفه خودتون رو بشناسید. بالاخره این فرصتی است که میتونه یه صالح به مسئولیت برسه یا بر مسئولیتش دوام پیدا کنه. رأس صالحین امیرالمومنین، یا کسی که اینطور نیست، معاویه بیاد، هم راست بیاد. الان فرصت دارید، فرصت دارید که حکومت رو از دست ندید. ما هم اینطور، ما هم فرصت داریم و از اون قدری بهتر بشه انشالله. یا خدای نکرده رها کنیم، بنشینیم، بیخیال باشیم. این دردهای امیرالمومنین بیشتر بعد از ماجرای حکمیت و صفین و بعد از نهروان اوج گرفته دیگه. شهادت محمد در مصر اتفاق افتاد. حضرت میدونه که اگر مردم برای رویارویی و نبرد با معاویه آماده نشن، او حمله های عرض کنم اراذل و اوباش، یعنی هنگ اراذل و اوباش که جلوتر عرض میکنه که این جنگ هیبریدی امروز، معاویه یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه حضرت، حضرت میبینه
حضرت داره همه، حضرت به عنوان فرمانده نظامی همه چیزو متوجه میشه، اون استحاله فرهنگی بله. که جامعه دوچارش شده بله. حضرت میبینه اینا نشستن خسته شدن، چقدر بجنگیم. حضرت میبینه که نشستنتون بدتر میکنه اوضاع. قهر نکنید برای اصلاح جامعه، قهر نکنید. ما گاهی برای اینکه بعض مشکلاتو که میبینیم میگیم دیگه ما کاری نداریم، قهر میکنیم برای اصلاح جامعه. من سهم خودم انجام نمیدم، مگه من فقط مثلا میتونم کاری بکنم برای اینکه آدم حسابی سر کار بیاد؟ قهر میکنه. خب قهر میکنی چی میشه؟ فرصت به کی میرسه؟ فرصت به کسی میرسه که دوست داره اتفاقا بیشتر مردم رها کنن جامعه رو. معاویه دقیقا کاری میکنه که مردم برن به سمت عزلت نشینی و به من چه گفتن. حالا من الان عرض میکنم. بعد حضرت فرمود که اون کسی که میخواد مجاهده چشمش بازه، خوابش نمیبره و من نامه لم ینم عن. بدونید اگر شما بگید به ما چه، ولش کن، میخوابیم میشینیم، قهر کردیم، دشمنتون نمیخوابه، شما رو در رصد میکنه. و من ضعفه، کسی هم که سستی به ورزه دشمن شدتش رو بیشتر میکنه. و حضرت دعا کرد اللهم معنا و ایاهم علی الهدى، خدا بین ما این مردم یه قلب ها رو با هم جمع کن بر هدایت. و زهدنا و ایاهم فی الدنیا، به ما زهدتا کن که ما فساد نکنیم، ما دنبال دنیا نریم. واجعل الاخره خیرا لنا و لهم، خدای خیر دنیا آخرت رو به ما عطا کن. این نامه تمام شد، نامه تمام شد، مردم همراهی نکردن. مردم که همراهی نکردن، معاویه لشکر اراذل و اوباشش رو فرستاد به نقاط مختلف حکومت امیرالمومنین، حمله کردن. تقریبا همه منابع این رو نوشتن، تمام این پیشگویی‌هایی که الان خوندیم از طرف امیرالمومنین، که پیشگویی که عین واقع داشت بیان میکرد، در همه محقق شد و مردم پوست سرشون کنده شد. یه اتفاقی افتاد که از ابوذر نقل شده که خدایا من روز عورت، عورت یعنی روز، معناش اینه که روزی که مفتزح میشیم، پرده ها روزی میفته. که پرده ها میفته و ما خجل میشیم، من اون روز نباشم. گفتن اون روز چه روزیه؟ و از پیغمبر شنیدم روزی است که نوامیس مسلمان رو به عنوان برده بدون حجاب مناسب میبرن سر بازار برای فروش. و این اتفاق افتاد در اواخر عمر شریف امیرالمومنین. و حضرت هر چه گفته بود راجع به اون حاکمان همه دیدن. یه مسئله‌ای داریم توی جنگ‌های امروزی. من فرصتی که دیشب داشتم 7-8 تا مقاله تو این زمینه نگاه کردم. امروز یکی از جنگ‌های اصلی که هست، جنگی که خود ما باهاش طرفیم، بهش میگن جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی. من یه مختصر فقط توضیح میدم، چون اون بحثش کارشناسش بعد بگه. و اتفاقا این مقالاتی که میخوندم جالب بود که اینا نظامی‌ها خیلی‌هاشون نوشته بودن، ولی میگفتن این قدیم هم بوده، حالا الان ما هم درگیر جنگ هیبریدیم. جنگ هیبریدی یعنی چی؟ نوتر شده دیگه. جنگ هیبریدی یعنی چی؟ یعنی وقتی شما جنگ می‌کنی، دو طرف با هم می‌جنگن برای اینکه همدیگه رو بکشن، برای اینکه پیروز بشن. یه وقتی اینجوری نیست، برای اینکه یک حکومت رو سرنگون کنن، نقاط حساس اون حکومت رو دست می‌ذارن روش، اقتصادش رو نابود می‌کنن، گاهی از بیرون، گاهی نفوذی از درون، به فرهنگش حمله میکنه، ناهنجاری های حیرت انگیز، خط شکنی، تاب و شکنی های عجیب غریب، امنیتش رو به هم میزنه، تفرقه ایجاد کنه، جاهای مهمش رو منفجر کنه، چند تا آدم ترور کنه، کار به یه جایی برسه، مردم به نتیجه برسن که نه، این حکومت دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، دیگه ارزشش رو نداره این استقامت. فاصله بین مردم و حکومت که اتفاق بیفته، زمینه سرنگونی فراهم میشه. این مختصر حرفای زیادیه که هر کس خواست اینو توی مقالات هم اینترنتی هم فصلنامه‌های علمی پژوهشی میتونه نگاه کنه. جنگ ترکیبی یا هیبریدی، همین کار معاویه با امیرالمومنین کرده. وقتی دید مردم نیومدن، عده‌ای رو خریده، اشعث، عرض کنم خب جریر، افرادی از حکومت حضرت، بعدها در حکومت امام حسن عبیدالله ابن عباس خرید. اصلا یادتون باشه قبلا عرض کردیم رقه شهری بود که در واقع پناهندگان به دولت به منطقه شام میرفتن اونجا، فحاشی من میرن مونی میکردن، این یه جورایی
کارت سبز ورود بود، بعد اثبات میکردن دشمن امیرالمومنینن و به خاطر دشمنی با امیرالمومنین آواره شدن. حالا اونا پناهندگی شبیه پناهندگی که اینا یعنی ادعی رو با خریدن، ادعی رو با رشوه دادن، ادعی رو با پول دادن. نامه هایی که میخوندیم به طلحه، به زبیر، به افراد مختلف، به عبدالله ابن عمر، تو مهمی، تو رئیسی، تو لیاقت خلافت داری، برای اینکه دیگران رو تحریک کنه، من شایستم، اینا حقم رو خوردن. کنار اینها فشار نظامی، اگر میتونستن محاصره اقتصادی، فشار نظامی، احساس ناامنی، غارت های وحشیانه، هم اموال مردم رو بخورن، هم به شدیدترین وجه ممکن خونریزی کردن، وحشیگری کردن. دقیقا داعش چیکار میکرد؟ یه خود وحشیگری که میکرد، شهر بعد که میخواست حمله کنه همه در میرفتن. اینی که گزارش های فراوان نشون میده وقتی غارتگران سپاه معاویه حمله میکردن، وحشیگری میکردن، همه فرار میکردن. نظامیان معدود هر شهر که فرار کنن، زن و بچه اون شهر چی میشن؟ لت و پار میشه. بله. و بعد احساس میکنن انگار حکومت کاری دیگه برای ما نمیتونه بکنه. هی وابستگی و ارتباط قلبی، پیوند مردم و حاکم آسیب میبینه. آماده میشن برای اینکه اصلا ما نمیخوایمش. یه جنگ تمام عیار برای اینکه دیگه بعداً شما بعدها در دوره امام حسن شنیدید که گفتن آقا دنیا دنیا البقیه البقیه خسته شدیم. این یه جنگ تمام ترکیبی است. خیلی هم کار نکرده بودن، حالا خسته شدیم خسته شدیم. بله. که غالبا نشسته بله. بودن منتها دیگه چون هل لت و پار شدن. بله. غارت کردن، اخبار دائم شکست شنیدن، هی بدتر میشه دیگه. یه دانش آموز یه روز درس نخونه فردا میتونه جبران کنه، ولی وقتی یه مدت چپ و راست این زنگ این معلم با او برخورد میکنه، زنگ بعد معلم دیگه، زنگ بعد معلم دیگه، فردا این فردا کلن یه حالت سرشدگی، بیخیالی، رهایی عرض کنم، و این زمینه سقوطه دیگه، زمینه شکست، ناامیدی. دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه نمیتونیم رو پا وایستیم، دیگه باید بریم بردگی کنیم. و این اتفاق افتاد. شیخ طوسی میفرماد که لما وجه معاویه، معاویه یکی از سردارانش رو از اراضی لوباش فرستاد به انبار برای غارت با 6000 نفر، ریختن اونجا رو به خاک و خون کشیدن، قتل المسلمین و سب الحریم. مسلمین رو کشتن، نوامیسشون رو بردن بازار. الله عرض الناس علی البراءه من امیر المؤمنین. چقدر پیغمبر راجب امیر المؤمنین توصیه کرده بود مردم برای اینکه رها کنن، نکشن، جلوی مادر بچه رو سر نبرن، میگفتن توهین کن به علی، فحش بده، اعلام براءت کن. مجبور بودن بیچارا، قبلش باید یه کاری میکردن. بعد مردم شهرهای غیر نظامی هم امنیتشون با نظامی هاست، مردم که همه رزمنده نیستن. مردم امیرالمومنین مردم هر چه میفرمود که برید اینا رو بترسونید، اینا نمیرفتن. بله، اگر مثلا فرض بفرمایید در یه شهرک کوچکی در یکی از استانهای دور از پایتخت امروز یه اتفاقی بیفته که فرمانده کل سپاه و ارتش نباید بره، که باید مردم نظامی اون منطقه برن. بله. چون بره اونجا، اینجا آسیب میخوره دی، برای هر کار کوچیکی که فرمانده ها نباید برن. کار به جای رسید که حضرت فرمود خودم میرم. یه عده رفتن، گفتم ما میریم، اونتا دیر میشد دیگه. وقتی میرفتن که عرض کنم خدمت شما بخوان جلوگیری کنن، این بد بود برای اینکه امیرالمومنین برای یه غارت 2000 نفر 4000 نفر خودش بخواد حرکت کنه و یاران اصلیش برای کارهای اصلی هن. بله. اینا هجوم هایی نبود که لشکر آنچنانی لازم داشته باشه، ولی روحیه از دست رفته بود. حضرت بلند شد سخنرانی کرد که آقا پیغمبر اینطوری بود، یارانش اینطوری بودن، در این سختی ها خدمت کردن، جهاد کردن. یه نفر بلند شد گفت تو که مثل پیغمبر نیستی، هی حرف از پیغمبر میزنی. نعوذ بالله. ولا نحن که اولئک الذین، ما هم که مثل اصحاب پیغمبر نیستیم، خسته شدیم بابا، ولمون کن. یعنی خب کسی که فکر میکنه خسته شده، دنیا جای ولمون کن نیست. تا وقتی تو دنیا هستیم مبارزه برای بهتر شدن، حواس جمع بودن برای عدم نفوذ بدی ها دائمیه. تا اینجا هستیم همینه.
گفت لا تکلفنا ما لا طاقت لنا به، ما رو اینقدر به همون تکالیف زدی برو بجنگ برو بجنگ، نمیخوایم بجنگیم. دارم فکر میکنم به مردمی که به علی بگن دست از سر ما بردار. بنابر خدا حضرت فرمود که من که نگفتم من مثل پیغمبرم، گرچه امیرالمومنین نفس پیغمبره، ولی شما از دین چی یاد گرفتید؟ اصلا دین رو رها کنید، دنیاتون نمیخواید اصلاح بشه، نمیبینید خطر داره، حس نمیکنید ممکنه شهر شما حمله بشه. یه نفر گفتش که طعنه زد به حضرت، گفت ای کاش خوارج رو نکشته بود، اونا سلحشور بودن. اون یکی گفتش که آقا مالک، آقا مالک اگر بود هیچ اتفاقی نمیافتاد. حضرت فرمود که یعنی من از مالک کمترم؟ ببین گاهی اوقات ما یه خاطراتی تعریف میکنیم برای اینکه وظایف خودمون انجام ندیم. یه مالک، آقا مالک اگر بود میرفت مردم رو تشویق میکرد میرفتن جنگ. من میمن کوچکتر از مالکم، تو الان نمیخوای بجنگی، تو نمیخوای وظیفت رو انجام بدی، هی میگی اونا که مردن کاش بودن. تو چی کاره ای؟ و مالک بود باید کیا رو میبرد؟ یه نفری میرفت میجنگید؟ اینا نشون میده که اینا شروع کرده بودن بهانه تراشی. حج رو چند نفر دیگه گفتن یا امیرالمومنین بمیریم نبینیم ناراحتی شما رو، امر کن ما میریم. از اینا فرماندهای اصلی حضرتن، وقتی حضرت دید نمیان فرمود شما برید. و خلاصه گفتن حضرت فرمود بیاد با من یه مشورتی بدید. این فرمانده ها اومدن گفت فرمود به نظرتون چیکار کنیم؟ گفتن که آقا معقل ابن قیس، معقل ابن قیس هم ناصحه هم شجاعه، معقل رو فرستادن. خلاصه حمله کرد و این غارتگران الانبار رو خلاصه کشت و عقب نشوند. ولی دشمن تازه فهمیده عجب وزیر خوبیه، اینا سکوت میکنن، گروه دیگری اومدن. تیر خلاص به حکومت حضرت اونجاییه که آدم ها حق و زیر پاشون میذارن برای اینکه فامیل ها، دوستان، هم قبیله یا هم حزبی ها رو بهشون فرجه بدن. حمله شد توسط عبدالله ابن مسعده فزاری با 1700 نفر به تیما. اونجا مسیب ابن نجب فزاری بود، مسئول بود. غارتگران حمله کردن، مسیب هم اونجا بود از طرف امیرالمومنین کارگزار. نیروها رو برداشت رفتن با اونا، فرمانده ها با هم می جنگن. بله. ضربات علکی می زد که فرصت فرار ایجاد کن، برید برید. حکومتی که بعضی مسئولینش اینجوری دین به دنیا بفروشن، به نیروی رزمنده رزل سپاه دشمن فرجه بدن، فرصت بدن، واضح چه اتفاق می افته. هی احساس خطر رو عرض کنم خدمت شما، از هم گسیختگی و اینا چی میشه؟ بیشتر میشه. تا رسید به یه فاجعه ای که من مختصر میگم، اگه هر وقت فرصت تموم شد ادامهشو برای جلسه بعد بگیم، که اینجا ای کاش ما عرضه داشتیم، این روز فیلم میساختیم به دنیا نشون میدادیم که مظلوم مقتدر کیه، آقا کیست تو این عالم، آیا در افسانه ها اینجور جوانمردی هست یا نه. بسر رو معاویه فرستاد به سمت مدینه. بسر هم یه آدم بسیار وحشیست، قتل عام عجیبی کرد. بعدم به بسر گفته بود یه جوری به مدینه حمله کن که مردم خیال کنن بخوای همه شونو بکشی، هیچ کس زنده نمون. اینا ریختن و زد و قتل و غارت و خلاصه مردم رو جمع کرد، گفتش که باید همه بیعت کنید با معاویه. حالا مردم شهر مدینه در بیعت با امیرالمومنین دیگه، مردم بیچاره زن و بچه ها از ترس اومدن بیعت کنن، گفتن بیعت شما رو قبول نمی کنم، جابر ابن عبدالله انصاری کجاست که یار برجسته است، اون باید بیاد بیعت کن. عجب. جابر یه جوری خودشو به ام سلمه مخفیانه رسوند و گفت من چه کنم؟ حضرت ام سلمه فرمود باید بیعت اضطراری کرد، میکشه مردم، همه مردم رو گردن میزنه، حالا فعلا بالاخره باید اینو ساکتش کرد. جابر مجبور شد بیعت کنه در مدینه، بیعت اکراهی. خانه های فراوانی رو خراب کرد، رفت سمت مکه.
به سمت مکه که رسید ابو موسی اشعری اونجا بود، خیال که الان اینم میکشه، گفت نه شما از اصحاب پیغمبری، ما جابر نبود. چرا ابو موسی باید محترم باشه؟ وقتی سفها، رذلها، فساق سر کار بیان، ابو موسی اشعری محترم، جابر بن عبدالله انصاری نامحترم، امیرالمومنین غیر محترم. بعد از مکه رفت سمت یمن، فرار میکرد، هر جا میرفت، مدینه رفت، ابو ایوب انصاری فرار کرد که حاکم بود مکه، مسئولین مکه و قسم و دیگران. یمن که رفت، برادر عبدالله ابن عباس عبیدالله فرار کرد. از بین اموال او که یه گوشه بود، دو تا بچه‌ش رو پیدا کرد، جلوی مادرشون و جلوی بقیه خودش بسر، این دو تا بچه 10-12 ساله رو سر برید. الله، اینقدر وحشی، اینقدر وحشی. اصلا یه کاری کرده بود در خون ریزی، حیرت زده شده بودن همه. این یک کسی که جنون داره و تشنگیش جز با سر بریدن، خلاصه آتش درونش اطفا نمیشه، خاموش نمیشه، سیراب نمیشه، با خون باید سیراب بشه، مثل یک مجنونی که میکشت و میخندید و نعره میزد، حضرت همین رو پیشگویی کرده بود، اتفاق افتاد. اینجا حضرت پیغام داد به جاریت ابن قدامه که از برجستگان اصحابه، فرمود برو، من اینجا رو عمدن تند گفتم که بس به جای خوبی برسه، فرمود برو سراغش. جاریه رفت سراغش و تو مسیر بعضی از اونا رو کشت و اونا فرار کردن. حالا جملات امیرالمومنین رو ببینید. جاریه رسید به، عرض کنم که، یمن و اون طرف هات و بعد تا شام دنبال اونا رفت. اینجا امیرالمومنین میخواد بهشون توصیه کنه، توضیح بده. فرمود که فقط با کسانی که با تو در جنگن باید بجنگی، فقط کسانی که آدم کشتن رو باید بکشی، تو حق ترساندن مردم رو نداری، تو حق ظلم نداری، همونا اگر زخمی شدن دست بهشون نزن. الله اکبر. تو حق نداری اموال مردم رو دست بزنی. اگر به یه منطقه رسیدی آب نیاز داشتی، حق نداری بری سراغ آب مردم، نهر مردم، اینا سهم داره مشخصه برای کشاورزی هاشون، زائد بر مصرفشون رو حق باید مصرف کنی. حق نداری از خوراکی هاشون، حالا هر کی بگه آقا جاریت ابن قدامه فرستادن برای امنیت مردم، بره دلوی قارات رو بگیره، حالا خب این سپاه داره، سپاه هزینه داره، خرج داره، تو حق ظلم نداری، فقط نیروی... باید علی باشی، تو... نیروی تو نیروی علی ابن ابی طالبی. دو تا جملهشو عرض کنم که واقعش برای جلسات فهمون، لا تقاتل الا من قاتلک، تو نمیری یا تو جاریه از طرف علی هستی، نه بسر از طرف معاویه، کشت ظلم کرده، ما هم بری به منطقه که دست معاویه است، میخوای بری تو منطقه شام، هر روستایی دیدی بگی خب اینا زیر نظر معاویه ان، اونا یمنو زدن، ما اینجا، اونا نوامیسو چیکار کردن؟ نه، می جنگی فقط با کسانی که جنگیدن. لا تجهز علا جریهن، حق نداری زخمی ها رو کار داشته باشی. لا تسخرن ندابتن، توی روستای شامیان اینا حق نداری اموالشون رو بگیری، یه مرکب اضافی حق نداری برداری. و این مشیت و مشا اصحابو، اگر پیاده اید، خب جنگ نمیشه گروه زرهی نباشه، بله. حق ندارید دست به اموال مردم بزنی. لا تستأثر على اهل المياه به مياههم، آبشون همینطور. لا تشربن الا فضلهم، حق ندارید بخورید مگر اینکه اجازه بدن، انتی به نفوسهم، اجازه بدن از این آب بخورید، با خیال راحت بگی آقا ما. لا تشتمن مسلمن و مسلمه، نری اونجا چون عصبانی ظلم کردن، یا بگی اینجا زیر نظر معاویه است، فحش بدی به مسلمان. لا تظلمن معاهدن ولا معاهده، به نامسلمانی که در پناه دولت اسلامی هم حق نداری اونجا حرف بزنی. و بعد فرمود وصف که دم فلحق، تو جنگ اگر خون میریزی باید بیانه بر حق داشته باشی، فکر نکن او ظلم کرده تو هم دیگه برو قتل و غارت کن. و احقنه فی الحق، اگر نکشتی، نه مثل مسیب ابن نجبه که خیانت کرد، نکشتی باید بدونی چرا نکشتی، آدم عادی نمیشه کشت، کشتی باید بیانه داشته باشی، نگو جنگ ببخشید شیر تو شیر شد، دقیقا این کارا نداری. و من توبه فقبل توبته، اگه کسی گفت آقا ما اشتباه کردیم، بپذیر. و اخبارک فی کل حینن به کل حال،
و بعد لحظه به لحظه من خبر بده از صدق از صدق فلا رأی لکذوب. در طول این مسیر صداقت داشته باش. این لشکر رو ببینید و اون لشکر رو، و البته لزوما همیشه لشکر حق پیروز نیست اگر مردم همراهی نکنند. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم آقای کاشانی، سپاسگزارم. خیلی متشکرم از توجه عزیزانمون در این روزهای اول ماه شعبان، در آستانه بهار، در آستانه پنجشنبه آخر سال که خیلی ها برای درگذشتگانشون خیرات میکنن. خیرات این ماه ریشه در خونه پر نور نبی مکرم اسلام داره. اونها که اهل خیرن بسم الله برای قربانی اول هر ماه قمری که قرار ثابت همه سمت خدایی ها شده و الحمدلله اتفاقات خوبی هم در این چند وقت افتاده، عزیزانمون میتونن به کانال ما در سروش و ایتا و یا به سایتمون مراجعه بکنن که انشاءالله قربانی این ماه به نام نبی مکرم اسلام و مولود نیمه این ماه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با عظمت خیلی بیشتر از دفعات قبل و سابق انجام بشه. خیلی خوب، صفحه 111 قرآن کریم قرار امروز عزیزانمون هست تلاوت آیات رو بشنویم. انشاءالله برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن
كنتم مؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد امشب و فردا و فرداها انشالله مبارکتون باشه انشالله دل و جانتون بهاری باشه عید میلاد امام حسین علیه السلام رو پیشا پیش خدمت همتون تبریک و شاد باش میگم حسن ختام فرمایشات حاجی هاشمی رو بشنویم و انشالله از خدمتون مرخص بشیم بسم الله الرحمن الرحیم مدت زیادیه که همه ما برای حرمهای مطهر عتبات عالیات دلهامون تنگ شده فرصت نمیشه توفیق نمیشه و یه روزی وقتی حضرت صادق سلام الله علیه محضرش رسیده بودن و حضرت از عظمت زیارت سید الشهدا که عجیب بود و حیرت انگیز بیان کردن راوی خدا خیرش بده گفتش که آقا ما که دوریم چیکار کنیم حضرت فرمود که از دور هم میتونید او رو زیارت کنید و البته حضرت فرمود که سعی کنید در خانه‌تون یا در پشت بامتون برای او قطره اشکی بریزید ما هم گرچه دوریم به سید الشهدا عرض میکنیم که به یاد تو سخن میگوییم و امیدواریم انشاءالله که دست ما رو بگیره و امروز توفیق بشه همگی از راه دور سلامی به محضر ارباب دلها و سرور و سالار شهیدان داشته باشیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمت الله و برکات خیلی ازتون ممنون متشکرم حاجی کاشانی بهارتون مبارک باشه عیدتون هم مبارک باشه و ان شاءالله سال خوبی داشته باشید همچنین متشکرم ازتون سلامت باشید خیلی ممنون متشکرم از توجه تک تک عزیزانمون به تو از دور سلام به سلیمان جهان از طرف مور سلام متشکرم ازتون